جنجال ترین خبرها از دنیای ویچر، از اندامهای زیادی واقعی در بازی ویچر تا انتقاد نویسنده کتاب از سریال نتفلیکس. درود به رفقا، ساحره ها، جادوگرا و ماگلا. اینجا ناکسه، ارائه ای از مرکز دنیای جادوگری. من آیازم و امروز اومدم تا عجیبترین اتفاقاتی که در ارتباط با ویچر افتاده رو تو این چند وقت بهتون بگم، اتفاقاتی که شاید حتی باعث شکست سریال بشه. میدونید که فصل سوم چند روزی اومده و آخرین فصلیه که هنری کاویل توش نقش گرالت رو بازی میکنه. خیلی ها هنری رو بهترین گرالت ممکن میدونن و طرفدارا خیلی از این قضیه ناراحتن و میگن سریال رو به خاطر نبود هنری ادامه نمیدن. ولی شاید ندونین جنجالای این مجموعه محدود به رفتن هنری نمیشه و اتفاقات و خبرهای عجیبی از این مجموعه به گوش میرسه که احتمالاً خبر از شکست حداقل سریال رو میدن. در ادامه 5 مورد این اتفاقات رو بررسی میکنم. 1. رفتن هنری کاویل از سریال ویچر. مشکلات سریال ویچر در نتفلیکس خیلی زیاده و حالا نویسنده اصلی ویچر هم با انتقاداتش به سریال اوضاع رو بدتر. هنری کاویل که نقش اصلی سریال رو بازی میکرد اعلام کرده که فصل سوم آخرین فصلیه که در این سریال حضور داره و این خبر ضربه سنگینی به سریال زد. بعضیا میگن که کاویل نقش گرالت رو به خاطر اینکه قرار بود توی فیلم جدید سوپرمن بازی کنه ول کرد، اما احتمال بالاتر منابع خبری اینه که فکر میکنن که اون چون با هیستریچ سرپرست سریال در مورد خیلی چیزا تفاهم نداشته از ادامه بازی تو سریال ویچر کنارگیری کرده. در کنار این اتفاقات، انتقادات نویسنده اصلی آندری سابکوفسکی از سریال هم حسابی انتظار برای فصل سوم رو پایین آورده. این در حالی که رقبای فانتزی ویچر مثل سریال گیم آف ترونز و سریال عرب حرقا در حال حاضر از بودجه بزرگتری برخوردارن و جذابیت بیشتری دارن. به نظر میرسه که ویچر در مقایسه با این رقبا در حال عقب افتادن. بعد از هنری، لیام همسورس ستاره فیلم The Hunger Games قرار نقش گرالت رو به عهده بگیره. تهیه کننده اجرای سریال گفته که این تغییر کاملا بدون عیب و نقص خواهد بود و مطابق با داستان اصلی رمان ها میشه. باگینسکی اضافه کرد که برنامه بسیار خوبی برای معرفی گرالت جدید دارن. فصل سوم سریال ویچر که در اون هنری کاویل برای آخرین بار در نقش گرالت حضور داره 29 جون پخش میشه و بخش دوم همین فصل در تاریخ 27 جولای روی پلتفرم نتفلیکس قرار میگیره. شماره 2، انتقاد نویسنده کتاب از سریال ویچر. نویسنده اصلی داستان ویچر یعنی آندری سابکوفسکی در یه مصاحبه گفته که نسبت به نسخه نتفلیکس این سریال نظرات متوسطی داره. ایشون توی نمایش کتاب بین‌المللی در تایپه گفته هم بهتر از اینو شدیدم هم بدترش رو. این نظر کمی گنگ و بدون حس در ارتباط با فصل سوم سریال کمک چندانی به تبلیغات سریال نکرده. البته باید توجه داشت که سابکوفسکی نسبت به بازی‌های ویدئویی ویچر هم نظرات سری داشت و در گذشته نیز نظرات مثبت‌تری درباره سریال ابراز کرده بود. شماره 3، اتهامات هنری کاویل در برخورد با بازیگران زن. هنری کاویل بازیگر معروف سریال ویچر به رفتار سمی در برخورد با زنان در محل کار متهم شده. هنری به بی‌احترامی به زنان نویسنده، کارگردان و دیگر اعضای تیم تولید متهم شده و این اتهامات هیچ کدوم مورد جنسی یا خشونت فیزیکی نبوده و فقط به رفتار سمی اون نسبت به زنان مربوط میشه. بعضی از افراد این اتهام رو به کاویل زدن که رفتارش رو از محیط سمی بازی‌های ویدئویی به دست آورده. هنری حتی متهم شده که بدون اعلام به نویسندگان سناریوی سریال رو تغییر داده. البته باید گفت این شایعات از رفتار سمی کاویل جدید نیست و در گذشته نیز چندین بار به این مورد متهم شده بوده. شماره 4، واژن‌های واقعی ناخواسته در بازی. مدتی پیش یه حاشیه‌ای درباره بازی ویچر 3 به وجود اومد که گفتن توی آپدیت جدید به صورت ناخودآگاه واژن خیلی واقعی به شخصیت‌های زنی که تو بازی هستن اضافه شده. CD Projekt Red، کمپانی سازنده بازی، گفت که این اتفاق غیر عمد بوده و قراره به زودی این تغییرات رو از بازی حذف کنن. در ادامه گفتن که این اشتباه از اینجا پیش اومده که یه سری از افراد تازه استخدام شده که برای آپدیت بازی مود ساخته بودن بدون توجه و بدون اجازه از یکی از این مودها به نام HD Monster Reworked استفاده کردن که داخلش یه سری جزئیات و تکسچر از یه مود دیگه‌ای به نام Vaginas for Everyone هم وجود داشته. این موضوع باعث شده این تکسچرها تو آپدیت جدید جلوی چشم همه قرار بگیرن، اما کمپانی گفته که قرار این تغییرات رو از بازی حذف کنن. شماره 5، ویدیو از حالت عجیب هنری کاویل در مصاحبه کنار شورانر سریال. یک کلیپ عجیب و غریب از مصاحبه با هنری کاویل و لورن هیستریچ، بازیگر و سازنده سریال ویچر، تو فضای مجازی خیلی پرطرفدار شده. این وسط شایعه‌ای هم پیش اومده که میگفتن
اختلاف‌های زیاد بین کویل و هیستریچ باعث شده کویل نقش خودش رو در سریال ترک کنه. توی این کلیپ وقتی که صحبت از کشتن اسب مردرقه گرالت به نام روچ میشه، بین این دو نفر نگاه‌های عجیب و غریبی رد و بدل میشه. اینم از 5 اتفاق عجیبی که در ارتباط با ویچر افتاده. حالا ما امیدواریم که ویچر تو هر زمینه‌ای چه سریال، بازی، کتاب و کامیک ادامه پیدا کنه، چون واقعا داستان و جهان جذابی داره. ولی این سری خبرها و شایعات و چیزهای مشابه این باعث میشن که به ادامه سریال کم ناامید باشیم. شما هم اگه خبری، اتفاق عجیبی مرتبط با ویچر دیدین توی کامنت ها حتما بنویسین. کلا نظرتون راجع به ویچر تو کامنت ها بنویسین. همین دیگه، امیدوارم از ویدیو امروز لذت برده باشین. خدافظ.